شده اهل کو، نمیخواد هیچ کی تو دنیا بد نفر. دو تا دوستیم و میریم پایین و بالا، غیر نفت آقا نفته خانم نفته. اگه اینا نباشه کار ما خیلی، با همه اینا خدا روزی رسونه، روزی ما فردو میرسونه. کار ما آمد و رفته آقا نفته خانوم نفته، آقا نفته خانوم نفته. نفت ایرونه و مال خودمونه، مایه یه قاطق و پول نونمونه. باعث گرمی و پخت و فدمونه، اینو هر ایرونی یه دانا میدونه. میدینی نفت رو لیتری دو ریال، خارجی میبره لیتری سه ریال، تا که ارزون خود و پیت و بیار. شما خانوم واسه چی منتظری؟ هر روز از ما شما نفت میخری، امروز از ما زه چلو دل میبری. آقا نفت خانوم نفت، آقا نفت خانوم نفت، آقا نفت خانوم نفت، آقا نفت خانوم نفت. اشهد ان محمد رسول. اشهد ان امير المؤمنين عليا. هيا على الثناء. بگیر بابا. طفل معصوم حال مادرش چطوره؟ ای بدبخت خیلی سخته. نفهمید که بچه رو آوردی؟ نه، وقتی این به دنیا اومد بیچاره از درد بیهوش شد. اگه بچه رو میده ممکن بود پشیمون بشه. دستت درد نکنه، 300 تومن تو جیب بالام وردار، مال خودته. فقط مواظب باش هیچ کس چیزی نفهمه. باشه. خدا به سلامت، خاطرتون جمع باشه. الله اکبر الله اکبر. بلندتر از اون بگو بلکه بیچاره زودتر فارغ بشه. دیگه چقدر داد بزنم پنجرم پاره شد. اشهد و الله اله الا الله. عیبی نداره، هرچی بیشتر به طرف خدا بری زودتر فارغ میشه. این دفعه 26 شمه که دارم از اون میگم و هنوز فارغ نشده.
اشهد ان محمد آخرش نفهمیدم زاییدم یا نه. آره الحمدلله یه پسر کاکل زریه، بردم دادمش به بابا، بردش همونجا، خیالت راحت باشه. کاش میذاشتی اقلا یه دفعه میدیدمش. ای وای خدا مرگم بده، انگار دومی میخواد بیا. ماما بودی؟ یه مامای کپونی آوردیم که ای کاش نیاورده بودی. علی آقا خودش رفته دنبال دکتر. بیچاره 48 ساعت داره درد میکشه. رسیدیم یه کوچه دیگه مون. تا حالا 100 تا کوچه پس کوچه منو آوردی و هی میگی رسیدیم رسیدیم. پدر بی پولی بسوزه ولی شما رو با هلیکوپتر می آوردم. میترسم حالا بعد از این همه رو وقتی برسیم که زاو فارغ شده باشه. میخوای ببینیش چی کار؟ یه پسر کاکل زنیه دیگه. این دیگه مال خودم اما حیف که داره نفسم بند میاد. بری آقا همسایمو بگو اگه مردم از بچم نگه داری کنم. آی رشید، هنو فارغ نشده؟ اون که نه، اما من از بس از اون گفتم نزدیک خودم فارغ بشم. آقای دکتر از این طرف بفهمم. آقای دکتر تو زیر زمین میری چیکار؟ بفهم بالا. فارغ شد؟ آره، اما مادر بدبختش حالش خیلی بد. نگفتم، حالا من کیو بزنونم؟ بالاخره هیچ پیدا میشه. نه نه من فعلا بریم این مادرش چطوره. خدا رحمتش کنه. خدا دکتر از این طرف. خدا حافظ. بیچاره سراغ شما رو گرفت، گفت بگو علی آقا از بچه‌م نگهداری کنه، بگیرش تا من برم همسایه‌ها رو خبر کنم. راحت بخواب، قول میدم از بچه‌ت نگهداری کنم. الله اکبر الله اکبر. حفظش رو بسته دیگه به پایین. وای بچه خدای شکر راحت شدم از بس از اون گفتم. وای نازم بود فدای این بچه فسقلی بشم. اگه امروز فارغ نمیشه منو بدبخت تا فردا باید از اون میگفتم. اون وقت زبونم عوض مو دوم در میآوردش. حالا راحت شدم. فارغ شد؟ آره اما خودش سرزارم. بیچاره کلسوم، حالا تکلیف بچه‌ش چی میشه؟ بدبخت هم مرگش خواسته که من بزرگش کنم. بی خود خواسته، بچه رو باید بدی دست پدرش. پدرش کیه؟ این چند ماهی که کلثوم بیچاره همسایه ما بود دردش به هیچ کس نداد. والا من که سرا نمیدونم، یا برو تحویل شیرخوارگاش بده یا بذاریش سری را. خانم یه بچه شهرایی، خانم جون یه بچه شهرایی باشد تو نوباشم. بابا چی داری میگی؟ بفرمایید تماشا کنید، یه پسر کاکلزری بی انصافا گذاشته بودن این زیر پل این رسیده بودم یا آب برده بودش یا سگ خورده بوده. وای خودتون چه بچه ملوسی، خوب کردی آوردی این بچه رو، خدا از آسمون واسه ما فرستادی. مشیر جون نگاه کن چرا اوقات تلخ شد، خواهش میکنم مخالفت نکن. چند سال ما با هم زن و شوهریم و خدا هنوز به همون بچه نداده، قبول کن مال خودمون باشه. ببین چه بچه نازیه. خب حالا که تو دلت میخواد من حرفی ندارم عزیزم. متشکرم. گریه نکن عزیزم، الان میبرم تمیزت میکنم، لباسو خوب تنت میکنم، شیرت میدم. تا اینجا که بد نشد. خب خود کلثوم حالش چطوره؟ خوبه خوبه آقا، با اون همه مهریه‌ای که بهش دادید حالش همیشه خوبه. بسیار خوب، با
برو 500 تومن دیگه بده کلثوم و بگو فوراً بره ده خودشون. 200 تومن دیگه به ماما بده که دهنش کاملا قفل. چشم ارباب، فردا صبح میرم بهشون میدم. از بابت کلثوم و ماما هم کاملا خاطرتون جمع باشه. خدایا شکرت. خودت که میدونی من و زنم هیچ وقت صاحب بچه نمیشدیم. اگه از کلفتم کلثوم بچه دار شدم فقط سلام عزیز خانم، ارباب 200 من دیگه برات فرستاده. حالا میخوام برم ببینم کلثوم حالش چطوره. خدا رحمتش کنه. چطور؟ وقتی که شما بچه رو بردید خداوند بهش یه پسر دیگه داد، اما بیچاره همون وقت سر زار رفت. ای بدبخت، اون یه بچه دیگه چی شد؟ به اون دیگه چی کار داری؟ یه بدبختی برد بزرگش کنی. تو چطور میخوای این بچه رو بزرگش کنی؟ همون جوری که خودم بزرگ کردم، نه بابا داشتم نه ننه. بگیرش خورده بچه مثل درخت بید میمونه، چشم هم بذاری بزرگ میشه، بزرگ میشه. بچه سن این وجه باز صدارت خود در آوردی؟ چه نمیذاری بخوابی؟ داشتم سموور رو فوت میکردم، لنگ داره پاشید برید نفتتون رو بفروشید. تابستون کی دیگه نفت میخره؟ زبل اگه دفعه دیگه اینجوری فوت و سموور بکنی میفهم چی کاره بکنم. خیلی خوب بار نزم. آروم لغمه با من لحچ بازه میکنیم. گرسته ببینم، تفرین وجبه شد. نو چه خدیم وجبه بلد. بیا بشه زهر ماره بخوره بریم دنبال سنات کاسبی، ببین چه صبونه واسه اون درست کرده. من که چیزی نمیبینم. حالا زاداش میبینم یه خبر مرگ چای بریز ببینم. بشین دیگه. نگاش کن مادرزاد قهوه چی بوده. چای دارجیلینگ که بودن همینه. مرد و شورت ببرن زبل با این چای درست کردنه. چی کارتون کنه همهش پنزار با صابونه میذاری بالا سرتون، میخوای لایجا نبدن بخوری؟ آی زبونت زنبور بزنه که اینقدر جواب منو ندی. شیشکی میزنی؟ برش تو بابا، تو سماور فوت کرد. مادر کیف پرامرز رو بذار تو ماشین. چشم. برو بسر، برو. خدافز ماما. خدافز عزیزم. خدافز ماما. به سلامت شد. متشکرم. خدا بیامرز مادرش، این که عاقبت به خیر شد. اون یکی چی به سرش اومد؟ Thank you.
انانه چطور بود؟ دیمه توی بر اون دادت لعنتی مدبی ببین تو چه شیری خوردی؟ شیر گاف راست بگه از بس خود پات گوساله شده جلو بچه تو بگی برنو میدم این دست پاسبانو چی شده شما مثل موتور ما جوش آوردی؟ چی شده ببین چه برنزی گاره بودی؟ دستش این همه کارت خوردشه میخواست انانه منو به قاف خورد زمین انانه پخش تو صورتش ای ناکس این بلا رو یه رفت هم سر من آورد یه کودکی بهت بزنم که خودت حس کنی الان میام پایین بیرم ارزشو داری بلش کن بابا شما ببخشینه چی چیلی ببخشم اینجا با خودی خاکی چیل کردی حالا بگی چیکار کنم یا اینجا سالم واسه پیدا کنم خب یه بچه هست بدبخت و تنها مثل بچه ها خوشبخت هست بابا زن رو بره باش بازی کنه پس بابایی بده هست بازی بچه شما بله دیگه آخ کوچول که نمیاد بابا بازی کنه لا اله الا الله باز به من گفت آقا کوچول خفه شو نیم بچه بی خودت خفه شو چار انگشتی به من گفت چار انگشتی باز ببینم باشا این باز برای من بیشتکی میبندی باشا اگه به چنگم بیفتی میدونم چه کارت بکنم من چار انگشتیم من نیم انگشتیم میگی باز ببین اگه من باشا اگه به چنگم حالا تا که آفتاب بشینم لباسم خشک بشه تا وقت که خودت برشته بشی دیگه سر و سر زبل نگذاری بر ذات لعنت نین بجبی نمیدونه رستم و همین یه دست اسلحه علی آقا صدای موتور ما خود و قرازه ما دیگه هیچ وقت روشن نمیشه آره انگار صدای موتور ما بلنشه ببینم بریم نگاه کن چجوری موتور روشن کرده؟ اه نگاه کن رفت اه این درست بلدی هره بذارم یک اتفاق دیگه فدای سرش فدای سرش؟ جواب شکم گرسنه ما رو کی میده؟ خدا چرا عزا گرفتی؟ بلنشین بریم نهار بخوریم خلو سیاخ دو این موتور قرازم که اصاب دستمون زدی لعو لعوندش کردی پاشین بریم میمونه خودم باشیم مهمون تو؟ بله من ما چه میداری؟ پول از کجا بردی؟ دیگه چه کار به این کاراش دارین؟ یام شما به من غذا دیدین یه روزم من میخوام یه غذای گرم به شما بدم با
بلنشین، بلنشین اگه دست دست کنیم پشیمون میشم آ. لابد پول تو جیبیاشی جمع کردی. زبد شوخله میکنی؟ شوخیم چیه؟ شما راستی ما رو خیلی دست کم گرفتین ها. به من میگن زبد نبرگ چوغنده. یلا را بیافا کچو. باز به من گفت آقا کچو. بذار برم خیر خرشی به جامون بیام. بابا میخواد بهمون نهار بده. ای؟ تکمیل شده یا بگم بخواه بیارم؟ تکمیل تکمیل. حالا میشه به تو گفت یه بچه با... سه چایی تمیز بیا. زبر، درها ببینم. چی رو درها را؟ چیز؟ پول نهار را دیگه. پول نهار؟ به دست شما درد نکنه. انگاه پسر آجی گیره بود. حالا من بخوام پول نهار رو بدم، مردم چی میگم؟ به شما نمیخندم. نه درسته که توی این همه سر و نیم سر یه بچه حساب بزرگتراشو بده. فعلاً چایی ها بزنیم بینیم چی میشه. چیزه؟ سبب؟ پول نداری؟ از سر خبرم پول دارم. بد کردم نذاشتم. رود بزرگتون رود کوچیکتون رو بخورم. بنگو بس و در رفتی. یواش، بهتر خرشه میفهمه. پسر ما چای دیگه نخواستیم. آقازادتون سفارش دیم. آقازاده؟ کار زبل بوده. جمعون هم باید کتش حلوار اونم گرا بزنه بود. هم که این خواهر زیار رو پیدا کنه برنده از یه تومن بده تومن، پنج تومن به ده تومن، ده تومن به بیست تومن، این نیست و این هم نیست. نگاه کن آقا جان، این نیست، این خواهر برنده است. تماشا کن این هاش. هر کی خواهر زیار رو پیدا کنه، دو تومن به چهار تومن، چهار تومن به هشت تومن برنده است. خواهر زیار این هاشش آقا جون من. پیداش کنه ببر. این هاش. اشتباه کردی سوختی آقا جان من. درست تماشا کن. خوب سیاحت کن ببین چی کار دارم میکنم. این دوتا خال سفیده، این خال سیاه، خال برنده. پیداش کن ببر. اینه هاش بربونت برم بادم سوختی. خوب سیاحت کن برادر من. ببین خال سیاه کدوم، هر کی خال سیاه رو پیدا کنه برنده هست. یه تومن به دو تومن، پنج تومن به ده تومن، ده تومن به بیست تومن، این نیست و این هم نیست. خال برنده اینه هاش، هر کی پیدا کنه برده. بذار اون خال سیاه رو ببر. بفرما این آخ کوچولو برد. دیدین پیدا کرده برد. این نیست و این هم نیست. خال برنده اینه هاش. پیداش کنه ببر. بیا من جانم یه شانست. این نیست و اینم نیست. خانه برنده کدوم اینه هاش. خانه برنده اینجاست. پیداش کنه ببر. این نیست برادر من. اینم نیست. خانه برنده کو. خانه برنده اینه هاش. پیداش کنه ببر. اینه خانه برنده رو پیدا کنه ببر. این آخ کوچولو مهلت نمیده به کسی دیگه. دو تومن به چهار تومن، چهار تومن به هشت تومن، هشت تومن به شونزده تومن، شونزده به سی و دو. آقا جون من پیداش کن. اینها این نیست و اینم نیست. خانه برنده اینهاش. پیداش کن و ببر. آ کوچولو این نیست، اینم نیست. اینها تاپ به این شانس ما بیان. دو تومن به چهار تومن، چهار تومن به هشت تومن، این نیست و این هم نیست. خال برنده رو پیداش کنه. این هم پول، این نیست، این هم نیست. نگاه کن برادر من، خال برنده اینه هاش. پیداش کنه ببر. این نیست، این هم نیست. همش اینه ها. بچه خدافه. هر روز یه سری بهتون میذارم حوصلتون سر نره. امیدوارم بری که بر نگردی. بچه ناچس نیم وجبی تمام پولای ما رو برد. آقای پاسبان، آقای پاسبان. چیه؟ چند تا قمارباز اونجا نشستن، همه پولای منو بردن. کجا؟ اونا اونجا پشت اون کوچه. موف گرونه داشت. چقدر باش میلاسی تو؟ سراسیناشم همه رفته، پارچهشم پوشیده است. هشت تومن که عجد بخرم، دو تومن باش ما نوم میکنه. بیبیگی بگو خیرشو ببینی، خدا برکت بده. خدا برکت. مال شمارم شیش تومن بدن؟ نه بابا، شست تومن کمتر نمیدم. بدش ای... بابا، بگی بابا، بدن شیش تومن شد. کلاما بده. بفرما آجو. حساب با چی میشه؟ آی زبل، امیدوارم خدا ذلیلت کنه. خدا خود تو ذلیل کنه، آخ کوچو.
باز به من گفت آقا کوچو. بله شما. چای تمیز دیگه بیا. بله. آرش این شلوارت هم درار. واسه چی؟ واسه فروش. مگه میفروشم؟ تمام دارم همین یه دونه شلواره. بیا. حسابو چقدر میشه؟ هشت منو چهار هزار. بیا این هشت منو پنزاری قرون شمال خود. خدا برکت بده. آی کچاوری بیا بیا اینجا. بیا بیا. آرشی آقا فضل دیدی؟ نه والا خودم مخلصشم. چیه شلواراتون هم میخوام بفروشین؟ مال شما پنج تومن شلوار شما هم چون نشبه شه تومن بدم. نه بابا شلوارم فروشی نیست. بیا پولتو بگیر کتامونو پس بده. چم میخری؟ خواهم قبل چه فروختی؟ نه معاملمون نمیشه. یکی بیست تومن کمتر نمیدم. پارچه‌هاش جفت باشتونی اصل انگلیسیه. جد مدم نداره. اعلای اعلا. بابا رو تو برم چه از سنگ پای قزونم علاتره. یا الله پاشتونی ماشتونی رو بذار کنار کتامونو پس بگیر. آقا بی خود دعوا نکنین. صاحب کت فعلا این آقاست. یه چیزی بهش اضافه بدین دعوا رو تمومش کنیم بره بیچاره کاسته. باشه با. بیا این پول خوده. این دو تومنم اضافه بهت میدم. برو از سلامت. دو تا رو کجی داری میبری؟ چه؟ یه کو؟ بلاشین بریم. من مردم که شما کت شلوار خودتون رو بفروشی. یا الله رو بیافتین بریم. زرزی ها. خدا شما. خدا شما. مشرفم. بلنش آقا کچو. چی؟ بخش آقا گنده. این؟ دافت شما. سلام از آقا. خدا بید. خدا بید. خدا بید. من سپرده. حالا مگه چیز کم و چست داری؟ آره همون مادر. وقتی میبینم این مادر رو بچه هاشون رو بغل میکنم اینجای دلم میسوزه. بس دیگه زبل، تو حالا دیگه واسه خودت مرد شدی. جنی یعنی چی؟ ببینم تو قصت فقط برای مادرته. من حالا حلش میکنم. منو که به پدری قبول داری. خب از امروز هم این رشید خواه مادرت باشه. چطوره؟ باشه. بفرما زبل چون پوشی بیا عزیزم، پوشی بیا مامانه که بو پوشی بیا تو بقل مامان بیا ده 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 رشم مردی خان یا داری للا مادره به این من کش مجموع دیدی دارا پوشی بیا لفای مامان امداد میزنم یه شوهر واسه مادرم پیدا میکنم. آی مردم اینم کجا شوهر میخوام رفتش نیم بدبی حالا دیم خواب واسه من شوهر بگی کنیم بایشه ببینم بایشه چه بریم؟ رشید نمیدونه حقوق چقدره؟ والا بونگایی که این کار رو واسم پیدا کرد گفت 300 تومن با شام و نهار. فقط نمیدونم اربابم خوش اخلاقه یا اینکه مثل سگ حال. همین امروز که میشینی پشت رولو اربابت میبریم واسه اینکه بشناسیش یک چه پاره بذار رو گاز و تون برو. اگه اربابت گفت رشید خان یه کمی آهسته تر برو بدون که اربابت تا
پدر مادر داره. اما ای گفت رشید مرد که پدر سوخته، یواشتر برو. بدون چه اربابت چند تا پدر مادر داره؟ شاید هم از اربابت گفت به درد رانندگی نمیخوری. با این تیپا انداخته بیرون و گفت تو باید بری درشکه برونی. لا خب خفه شدیم اما من به تو نصیحت، پشت فرمون که میشینی یه چارپایه بذار زیرت که جونتو ببینی. استغفر الله، شیطون میگه شیطونه میگه هیچ غلطی نمیتونی بکنی. دی باسه دیگه جون من چی میبرش کن بابا، بشه چای تو بخور برو سر کار زندگیت. فقط باید مواظب باشی کاری نکنی هنوز نرفته اربابت بپت بیرونت. نه بابا مگه بچه ای؟ علی آقا شما که منو میشناسید، فقط بعضی وقتا با ماشین ارباب یه سری به نامزدم میزنم که بفهمه ما آدم حسابی شدیم و زودتر عروسی مریسی را بندیم. عروسی کنی؟ مگه ارباب میذاره؟ به اون چه مربوطه؟ مگه تو مال اربابی؟ وای خدا مرگم بده، من مال تو هم. اما اربابم باید اجازه بده، هرچی باشه اربابه. میترسم اربابت از اونه باشه که کلفت حق قانونی خودش میدونه. خلاصه من اجازه میجازه سرم نمیشه کبرا جون. یهو چشمتو باز میکن میبینی گذاشتم تو ماشین اربابو، بعدم تو محضر و بعدم او خوشگله کیه؟ این شیرین خانم برادرزاده ارباب. ماشاءالله چه لعبت شیرینی باقی آباسی جنگل مایی. اصلا داری چهچرونی میکنی کوکا جون؟ قربونت برم، من واسه خودم که چهچرونی نمیکردم، واسه چیز بود، واسه علی آقا. علی آقا دیگه کیه؟ اربابمو میگم، اینقدر فولدار و گردن کلفته. مگه ارباب هنوز عروسی نکرده؟ نه بابا خیلی مشکل، ما قبول نداریم. از کجا معلوم؟ اربابی که هنوز چی میخوای فردا بیاریش تو اون پارک پشت خونمون؟ منم شیرین خانم رو به هوای گردش میارم، شاید همدیگر رو دیدن و پسندیدن. بد فکری نیست، اما ارباب من با چای نفت و این چیز میزاوش. ای وای خانم داره منو صدا میکنه، خواهی برسنم. تو رو صدا نمیزنن، کپی رو میخواد. آخه دیگه به من نمیگن کبرا، تو هم نباید بیم بگی، خوشم نمیاد. خیلی خوب برو فردا چهار بعد از ظهر منتظرم، خداحافظ. باشه با اربابم میام، خداحافظ کبرا جون. ببخشین کپی جون، قبون اون کپ کپیت بدم من. خانم من صدا کردی؟ کبرا معلوم هست تو کجایی؟ آشغالی بود داشتم، پیت خاکیوبر رو بهش میدادم. امروز فرامرد مدرسه میمونه، نهارش آماده کن فوراً بده راننده ببر. چش خانم. چه دیگه خسته شدم. پدر جو. سلام دخترم، تو دیگه از بس خونه یه عبود بهت خوش میگذره ترک ما فقیر بیچاره ها رو کردی. پدر من که بهتون گفتم دیگه نمیتونم رفتار ناپسند برادرم رو تحمل کنم. دیگه تو کوچه‌مون آبرو واسه ما نذاشته، یه دختر نیست که ازش آسوده باشه، یه کاسبکارم نیست که ازش طلبکار نباشه. آخه واسه چی اونجا بمونم؟ راست میگی راست میگی، منم برای همین داداش رو آوردم پیش عمود که تکلیفشو معلوم بکنه و خیال منو راحت کنه. خود منم دیگه دارم از دستش کلافه میشم. آخه عموی بیچاره‌م چی کار میتونه بکنه؟ من با هزار خجالت تو خونه‌ش موندم. مطمئن باش خواهر جون، من هیچ وقت خونه عموم نمیمونم، واسه اینکه نه دختر خوشگلی داره نه همسایه‌ای تو دل بروی. بهتره کی خاک بستم. بهتره کی؟ دیلا دادتی دادشون. از این که شیرین دخترمو به خاطر اخلاق برادرش پیش خودت نگه داشتی خیلی ممنونم، اما آخه هوشنگم پسر منه، نباید بهش بی‌اعتنا باشی. تقصیر خودته، اگه از اول به حرفاش گوش نمی‌کردی و می‌ذاشتی زندگی پس گردنش بزنه، الان هم تحصیلاتش رو تموم کرده بود. هم برای خودش یه پا آقا شده بود. درسته، اما حالا دیگه اخلاق هوشنگ با سابق خیلی فرق کرده، پسر سربزیری شده و برای همینه که تصمیم گرفتم بفرستمش خارج تحصیلاتش رو تموم کنه. اما می‌دونی داداش، راستش به کمک شما خیلی احتیاج دارم، برای اینکه شما خودت چه می‌دونی من وسعم نمی‌رسه این کارو بکنم. برای جشن تولد فرامرز 50 نفر دعوت کردم. اوه سلام همایون، سلام. خوب شد اومدی. این کارت شما. متشکرم. منو هوشنگم میدم شما ببرید. خودش اینجاست تو حیات وایساده. شیرین جون تو هم هر کدوم از دوستات خواستی میتونی دعوت کنی. بیا اینم کارت هوشنگ ببرید. آه نه من براش نمیبرم، هنوز اینجام داره درد میکنه. بدید من خودم بهش میدم. والا اخلاق هوشنگ خیلی خوب شده. پسر سربزیری شده دیگه، اونطورا نیست. دلم کنه چی میخواد از من هوشنگ خواهد؟ دلم کنی؟ آره اخلاق هوشنگ خیلی فهم کرده، توی هم تماشا کنی. بابا چی یه دقیقه خدا بلم کنی رو چی تو خواهی نزم بلم کنی واقعا پسر خوبی
هنوز نیومدن. اگه بیکارم بیا ما دو تا قوز میتو ببینن. این خودی هم این همه پول سر و لباس همون دادی. قول بهت میدم هم شیرین خانم بیاد هم نامزد بندی. شیرین خانم که نمیاد هیچی، ترخی خانم نامزد تو هم نمیاد. کلفت قاصد دستت بندازه. حرف دهنتو بفهم، کلفت یعنی چی؟ کوبی خانم یا نامزد رشید خان؟ کوبی خانم دیگه چیه؟ همون کوبرا رو میگم دیگه، دوست داره بهش بگم کوبی. لابد ما باید به شیرین خانم بگیم شوری خانم. وای خدا، اومدن اونا هایشن. حق داره اینا شوری و کوبی هن؟ آره بابا، بیا این جعبه سیگار خارجی، اینم فندک ارباب هم که واسط کش رفتم. هر دفعه جلوی شیرین خانم یکیشو روشن کن، نصفه که رسید بندازش دور، نکنه تا آخر فیلترشو بکشی. ها این جعبه چه خالیه؟ پس میخواستی پر باشه؟ سیگارای زرتو بریز توش، کسی نمیفهمه. خب فندکشم با نفر روشن میکنیم، کی میفهمه؟ یالا دارن نزدیک میشن، مواظب حرف زدنت باش. جوری هم دختره رو نگاش کن که فکر نکنه داره میخوریش. این چه جور پلک زدن؟ یه یواش مثل آدم. سیگارو چه انداختی دور؟ بذار فکر کنم ما خیلی آدمی. یالا یکی دیگه روشن کن، من رفتم باشه حرف بزن. سلام از کردم بای کلا. شیرین خانم نامزده هم به شما معرفی. سلام. نامزدته؟ چقدر بامزده. قابلی نداره، متملق به خودی. اینجا کجا بودی؟ اربابمو آوردم، میخوان تو پارک کمی هوا بخورن، اونهاشن تو موج. اربابم به هر سیگاری یه پک بیشتر نمیزنه، میگه برای سلامتی خوب نیست، میگه ضرر ما قبل تاریخ داری. رشید خان جون، بگو ارباب تشریف بیارن اینجا. آی بروی چشم، الان میگم بیان ارباب تشریف بیاریم بیرون. برنش برنش احمق بیشور، برده بیرونت بکنم. ایبی نداره آقا، این دفعه رو ببخشیدش نفهمی. چشم خانم، به خاطر شما بیرونش نمی کنم. متشکرم. خوبه که لباسه کار تنم. بله بزن گفتگیری کنم. کبرا کلفت عموم از شما و رانندتون خیلی تعریف کرده. راننده منم از شما و کلفت عموتون زیاد تعریف کرده. برو پسر یه دستور بکش به ماشین، باید زودتر حرکت کنیم بریم. کجا میخواییم بریم؟ باید برم سر چاه، آخرش هم میترسم یه روزی بیفتم تو چاه. کدوم چاه؟ مگه شغل شما چیه؟ مگه راننده احمق من به کلفت عموتون نگفته که من مهندس چاهای نفت قم هستم؟ چاهای نفت؟ معذرت میخوام. پس خیال کرد من مغنی هستم؟ بله خانم. این لباسای کثیف که تن منو بوی نفت میده، لباسای زحمت کشی و برای من افتخار داره و هیچ وقت دلم نمیخواد از تنم بیرونش کنم مگه برای شستن. راستی آقا دعوت امشبا چی کار میکنی؟ هتل فلان رو میگی؟ نمیرم، میدونی که من از این جور جاها اصلا خوشم نمیاد. منو زودتر برسون سوار هلیکوپتر بشم برم سر چاه نفت. بهتر به خاطر آسایش و راحتی مردم تو چاه نفت غرق بشم و این جور جاها نرم. نفته که به درد ما میخوره، نپیت نفتی. چه حرفای قشنگی میزنی شما. ما اینجوری کنم. متشکرم، خدا شما. راستی آقای مهندس، با من این؟ بله. پس فردا شب جشن تولد پسرمون فرامرزه، میتونم ازتون خواهش کنم شما به اتفاق راننده تون تشریف بیارید؟ باشه پسر، یادداشت کن. تو یادداشتم. ببینم منزل عموتون بزرگ هست؟ بله خیلی بزرگه. با هلیکوپتر میام. خدا حافظ شما. احمق چرا در ماشین اینجور نگه میداری؟ احمق گرفت ماشین جور آوردی پایین. چه مربوطه؟ بفرمایید خدا حافظ شما. خانم به کلفتو بگی نخند. Thank you.
خیالاتو برم. خب بشه نیم وجبی چه شده در پیش که؟ اگه بگم آخ کوچول بدت میاد، اگه قد و بالای یکی خوشمون بیاد میزنیمون. با ما به چه سازت برقصه؟ حالا بفرمایی یه پس کتکمونم بزنیم. خیالتو میترسم. علی آقا اینو میبری یکی ببندش. هر غلطی میخواد بکنی. من تو فکر جشن فرداشم چه چجوری؟ با هلیکوپتر بشم تو خونه شوری خانوم. فکر نداره، میگیم گذاشتیم یه سرویس. پس با ماشین ارباب تو میری. ها؟ اصلا چطوره با اولاغ بری؟ چی؟ بلند کردی؟ ما داریم از خماری خمیازه میکشیم، این ناکس داره بشکه بشکه ودکا میخوره. گفتم از کجا بلند کردی؟ هر جا که دلم خواست. میخوام مست کنم این آخوشورو بزنم در بود آخونش کنم. تو غلط میکنی؟ این زهرمارا جگر آدم رو تیکه تیکه میکنه. یه استکان واسه آقا رشیدیت بخوره و با هم آشتی کنی. بقیهش هم ببر بزن سر جاش. چشم، به خاطر شما ما لال میشیم. بگی باریکلا، حالا میشه به تو گفت که یه بچه با معرفت دار هستی. به سلامتی خوده. ده ناکس این که آب خوردنه. حالا خیالت آب زرشکه. شانس زبل. ای ما شانس داشتیم گیر این آخ کوچول نمیافتادی. لا اله الا الله. هلو هلو آقایون هر دو نموشیم، راست راستی که هم زرنگ و هم باهوشیم. صبح ها عوض رفتن در کلاس، هی جلوی سینما ها میشیم پلاس. شاید یک مادمازل بزنیم به دور، دور و تات عیاشی رو زود کنیم جور. تو خونه بادمون یکی دونم، بین همه فامیل عزیز دردونم. دوست داریم هر روز یک بار لباس بپوشیم. لباس به چه فرشه باید تو جشن پوشیم؟ باید این دوتا باشیم. اومدیم هر دو به تهرون، خوراچ ممتازمون آب تو خیاره. دلمون خوش شبا میریم کاباره. نه کاری نه درسی نه آشیونی، مطل پول نهار در این جوونی. حالا واجب نیست به این شیکی هم باشه. آخه یه مهندس چای نه باده بره خونه شوری خانم. دوست داریم هر روز یک بار لباس بپوشیم با دوستان رو. یا نبا تو جشن فرشب پامونو بذاریم، یا باید با یه همچین لباس بریم. فهمیدی؟ آقا صورت سو برده بیا چک دوزده تومن ناخر. بیا این 20 تومن یک قرونشم مال خودت بخور چاک شد. برو تو باش نکن باش کردیم یک مکی بکنی. زبل کجا را؟ زبل یا بریم این توفه گم بشو نیست، اون راه خونه رو از منطقه بر بلده.
هرچی که مش میدن از رو نمیره خلاصه که انگله این اجتماعیم جز مردم آزاری ما کاری نداریم علی آقا بیا بگی بخواب پیداش میشه تازه به نیاد خوابم نمیبره فکر کردم تو کافه که از دست و عصبانی شده یه راست اومده خونه ولی از جا جم نمیخوردم والله این زبلی که من میبینم اگه کره مریخ هم ولش کنی باز خودشو میرسونه تو این خونه بیا بریم بخواب بابا تو باره بخواب من تو این دنیا دلم به این زبل خوشه وقتی جلو چشم نباشه مثل که همه چیز خودم رو گم کردم درسته بچه من نیست اما حالا دیگه از همه کس برام تو دنیا عزیزتره اگه یه مو از سرش کم بشه نمیدونم چه خاکی به سرم میرسه بفرما تشریف آوردن عین اون کرم شبنما میمونه نگاش کن آره خودشه زبل خودتی؟ آره من میخواستی آب کوچول باشم من دوتا قد اونم نصف شبیه ما رو بل نمی کنی این بخته چی به خود آوردی؟ نگاش کن چطوره میگم این لباس های جشن فردا شبتون از تو همون کافه آوردم چجوری؟ رفتم اونجایی که میرخصیدن گفتم شاگرد لباس شوییم اونام همه رو ریختن تو این بخته نوکس بیم مینی جو مال تو مال خودت این خوبه بگه بوش از فردا شب باید سالم تحویلشون بدم موازه باشه خراب نشه زبل من نبا کن چقدر شبیه آدم ها شدی دیگه از این حسابی تر نمیشه آره خودمونیم خیلی خنده دار شدی خب زبل تو امشب چیکار میکنی؟ هیچی منم یه جشن تولد دیگه نه زبل اونجا جای تو نیست تو برو خونه بخواب تا ما برگرد بخوابم این لباسه رو براتون آوردم که منم بیام یالا پسر اونجا جای تو نیست برو بخواب اصلا جشن تولد مال بچه هست نمال شما نره خراب ها؟ با من بود یا با تو؟ با جفتمون لا اله الا الله بی لا اله الا الله ولش کن بیا سوارشم خودش میره خونه نیم وجبی ما رو دست انداخته به به خیالتونه اومد رو ماشین برو پایین جلو رو نمیبینم منم نشستم تو جلو رو نبینی آخ کوچول باز به من گفت آخ کوچول با زبون خوش میگم بیا پایین گل خوندی برو پایین زبل جام خوبه زبل بیا بر خونه یا نه نه منو میبری نه خیلی خوب باشه الان بهتون میگم رفت رو تاق ماشین آهای مردم این لباسا دوزیه آهای آیا هنم این لباسا دوزیه زبل تو قربونه برم بیا پایین بسته دیگه مردم میفهمم منو میبری؟ تو میبرمه بیا پایین جهنم آره تو ببینی بیا بردن بیا بردن بیا بردن بیا بردن بیا بردن کجا ببرمه تا خیلی باشه آقا ماشین آقا من آقا دار من نیم بچه بیا آخه ما رو به چه روزی انداخت ببین این وجبی لباسمونو چیکار کرده بیاره سر اون جوب بیا لارو جونش کن بریم دلم طاقت نمیاره بیا بالا بریم این نیم وجبی زندونه عبد هم باشه ککش نمیگسه بیا بالا اگه اونو میبردیم پاک آبرومون میری نمیدونی چه آتیش پاره یه اونم با اون لباسه پاره پورش آخه میترسم اتاق آتیش بزنه ماشالله پسرم نمیدونی چقدر خوب شدی بذار اول خودم تولد تو تبریک بگم نازی پسرم حاضر شد؟ بله خب تونتر بریم که همه تو سالن منتظر تو هستن برو پسرم آقا
قربونش برم، چه ناز شده. آره دیگه، بزوی خارج رفتن رو به گور ببرم. چرا همینجا تو مملکت خودمون تحصیل نمی‌کنی؟ اون رشته‌ای که من میخوام اینجا نیست. پدرم که نداره، اما عموم میتونه به عوض این خرجای اضافی منو بپسه. بسه دیگه. پدر جان، هوشنگ مشروب خورده داره پرت و پلا میگه. خواهش میکنم مواظبش باشی. کبرا، از مهمونای خودمون خبری نداری؟ جوش نزن، این حتما میاد. الانم خودم میرم دم در منتظرشون میشم تا بیاد. گوش کنیم بچه ها، الان به افتخار تولد پسرمون فرامرز یه آواز براتون میخونم. چه شلوغه. کاش یه چند تا میدیدن ما با ماشین اومدیم. این اومدیش؟ ای رشید جون اومدی؟ آخ جون، دیر که نکردی؟ حالا من به جهنم شیری خانم چشوشو سفید چه بس که به دردی نکردم؟ آخه ارباب رفته بودن سر چاهای نفت و رفتن همومو اصلاح کردن، یه کمی دیر شد. اینا که سعی درو خوب. حالا بفرمایید. ایلی موشت رو بخوری. ای رشید، جلوتی نگاه کن. من که نازم نغمه خوانم، بند دل هستم جوانم، غرق شور و شادمانی از صفای کودکانم. آفرین و مرحبا بر تمام بچه ها، بر فرامرز قشنگ بچه خوب و زرمن. این شوری منه داری بخونه؟ آره، اینم کپی منه. ببخشید خانم. شادم امشب مست و خندان در میان بزم تهران، غنچه های نوش کهنه زینت باغ و گلستان. آفرین و مرحبا بر تمام بچه ها، بر فرامرز قشنگ بچه خوب و زرنگ. امشب از این جشن و شادی سرخوش و مستانم، سرخوش و مستانم. در وای چجوری مثل جن خودش رسونده اینجا ناقلا؟ لباس رو از کجا کش رفتی؟ لابد از همون جایی که مال ما رو کش رفتی. اگه ما رو ببینه پاک آن میبره، باید از جبرمش بیرون. ناقلا همه را اندازه تن من دوخته. نوشیدنی میل داری؟ نه آقا جو، برو. آره بابا، برو نزدیک کلید چراغ قرصه تا اشاره کردن فورا خواهش. خیلی خوب، زود اشاره کنم. باید جنسو ناقلا چجور خود رسوندی اینجا؟ آقا چرا به تربیتی میکنی؟ خرافش چه لفظ خلم حرف میزنه؟ ببخشید آقا، منظورتون رو نمیفهمم. بازی خواهد در بیان حرف زدی ناکس؟ آقا مؤدب باشید. تخت خود رو ناراحت نباشید، ناراحت نباشید. حالا
این بچه نیست، خرچنگه. بزنم دورش کنم. بیشور رو میترمید، چرا من اینجا آوردی ها؟ تر و تمیز داره با من صحبت میکنه، حسابی میزنم زبلا. زبل دیگه کدوم جونه وریه؟ آخ آخ، این حرف زدن اینجوریش منو کبابم کردی. بالاخره نگفتین کدومتون چراغا رو خاموش کردی؟ یعنی شما خود فرمان چراغا رو خاموش کرد؟ آره بابا راست میگم خود فرمان؟ 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 مثل اینکه اونزا خامر در اخوابی جمعه باز بزنم به چاک فرامر دوام بده پسر فرامر وای خدای بالا پنجره رفتی چی کار بیا پایین پسر جان میخوام برم من کاری نکردم آخه مگه چی شده چرا لباسات رو عوض کردی اینا رو بیشتر دوست دارم پوله چقدر میشه یعنی چه بیا پسر بیا پایین وای خدایا چرا پرت و پلا میگه کی به سر بچم اومده ممکنه تاریکی رو اعصاب بچه‌م اثر گذاشته باشه. میدونم کدوم احمقی یهو چراغا رو خاموش کرد. بیا بریم عزیزم. بیا بریم همه منتظر تو هستیم. خود منتظرم از کار زندگی دارم خدافظ. کجا داری میری؟ پسر جان بگیر. بگیر نگرش دار تا من برم شربتشو واسش درست کنم. شربت واسه چی من که چیزی نیست با. نه خیر، حرف تو گوشش فرو نمیره. خلاصه اگه خودتو تیکه تیکه کنه باید اینجا بشینی جشن تموم بشه بیا بری خونه. یا نو بری. آها، تموم شد. حالا حالت بهتر شد پسرم؟ نه آبجی من چیزم نیست، مسخره بازی در آوردی. خدای به سر بچم چی اومده؟ به من میگه آبجی. خیلی خوب ننه جون، خوب شد؟ نه جانم، بگو مادر، مادر جون. خیلی خوب داشت شد. اینا بدش به من، تو سالن همه دلواپس تو هستن. لا دست باباشون دلواپس باشن، چی بچه. داره بریم پسرم. بریم عزیز دلم. بسم الله الرحمن الرحیم این پسر حتما جنه آه. اونجا رو نگاه کن وای این بچه چجوری خودش اینجا رسونده علی آقا سلام علیکم سلام و زهر ما سلام و هنگ سلام سلام مرد ببخشید خانم سلام شما کجا یه دفعه غیبتون زد ارباب رفتم بیرون یه کمی هوا بخور یه کمی هوا خور کابی پس یه کمی هم مشروب بخورین تا من برگردم بفرمایید خودتو بخورم یا مشروب و کپی چیزی نیست ممکنه شاکه شده باشه خانم میل داری؟ نه به سلامتی علی آقا به سلامتی یه چیش بزنین جلو مردم لباس رو از تنتون در میارم تو غلط بکنی؟ همین گوش کنی ببند در تویله رو خفه زبل چون دستم از منه قربونه دارم آرشید هم تو باش داری برو برای آقا زبل میوه و شیرینی برده بیا خودم میرم هرچی دلم خواست میخورم مثل اینکه فرامرز حالش خوب نیست داره سر به سر مردم میذاره خب برم دکتر خبر کنم فعلا بذار کیکو ببرم مهمونا برم بعد برو دکتر رو خبر کنم خیلی خوب پدر جون هوشنگ باز ماسک کرده داره مزخرف میگه یه کاری کن از این مهمونی بره بیرون عزیزم فوت کن همه شما خاموش بشن صبر کنین دوربینه میتون کنم یک دو سه فوت کن پسرم، فوت کن باری کن، فوت کن تولد دوباره ناکس ببین چی کار داری میکنه خدا آخر آقابتمونو به خیر بکنه تو بیا برو خونه، حالت هیچ خوب نیست خیلی خوب میرم من اصلا اینجا زیادی هم همه باید به افتخار این پسره سر راهی چرف بزنن تو این خونه تنها کسی که مطرحه فقط این بچه همون شده است خیلی خوب خفه میشم دیگه چیزی نمونده مهمونی تموم بشه در خونه رو باز گذاشتم میرید تو خونه به هر طریقی که میدونید بچه رو میدازید اینم عکس بچه ببینم خب با این همه زحمت ها چقدر آیلی ما میشه دلخوشی عموم زنش فقط به این بچه است میشه 100 تا 200 هزار تومن تیغشون زد
به شرطی که نصفش مال بود و نصف بقیهش هم مال اوشان خانه و مسافرت فرنگستونشون. باشه، پس من زودتر میرم تا کسی من اینجا نبینه. باشه، وقتی کارتون تموم شد با اولین تلفنی که تو خیابون دیدید فورا به من خبر بدید. باشه باشه، برید. باشه امیر اوشان خان، باشه. یالا برید، یالا. صبر کن یه دقیقه بعد میری. ایوه عزیزم، چرا با چنگال نمیخوری؟ اینطوری خوب نیست. نه اینجوری رو اثرم. آخه اول باید ببری به بابا مامان تعارف کنی. بابا ننه من که اینا نیسته، اونا من که اونجا واسدم. نمیدونم چه شده. این گنده بابامه، این بس خیلی هم ننجوری. خیلی معذرت میخوام آقا، این بچه امشب شوکش. بله میدونم. بابا دهنتو واکن. یالا واکن. چشاتم ببن. میگم ببن. خواهش میکنم ناراحت نشید، حالشون نمیفهم. بله شوکه شده. بله ننجون دهنتو واکن. میگم واکن. واکن. کشتم ببن. یاد ببن. آی خدای من. آره بچه رو محتمی بود. برو بریم. شما که هستی؟ اینو بگی با حالا اجده بدین ننه من یه رقص عربی کارشو بکنه. یا لیلی یا لیلی رو که ولتی. یالا یالا برم ویلا لباسا قطنه در میارم. برم اینا چی کار کنم؟ دیوانه شده. روشنش کن بریم. این وجه بجه پاک آبرون رو بود سولاخش پیدا نیست. چراغ تو روشن تو ببینی دیگه. گاز بده. گاز بده. همه تو که بیرون رو روشن کردی. آها درد شد. کنم جان کنم در مرده. ای زبل بود بردنش. دلش کن بذار ببرنش. کم بلا سرمون رو بود. یه حاله برو دنبالش. بچه هم خونه ای که گفت همه قایمش کنید. پس ما امیر بچه رو کجا بردی؟ امیر امیر با تو هم بچه رو کجا بردی؟ امیر آخ آخ بچه دوست میانان دانهای کسیت میزم دفنه الان مبلم بود میخورم بعد برسد یک کاشتش که برمیم بذار یه خود بچنونمش بشمینم. پسر نازم مامان تو بی خود از تاریکی ترسیدی. چیزی نیست، بیشتر نازم کن، بازم ماشم کن. تلفن زده الان دکتر میاد عزیزم. بچم هیچیش نیست، به خدا هیچیش نیست. الو آقای مشیر دیوان، پسرتون فرامرز تو دست ما اسیره. اگه زنده لازمش دارین
100,000 تومان پول نقد حاضر کنین تا قرارشو با هم بذاریم. البته اگه کوچکترین اطلاعی به پلیس بدین جون پسرتون در خطره. خجالت بکش احمق، بچه من الان جلوی چشمم تو بغل مادرش خوابیده. گم شو نصف شبی مزاحم نشو احمق بی شعور دیوانه. کی بود؟ یه مزاحم میگفت پسرتون رو دزدیدم، 100,000 تومن بدین تا پس بدم. دویگی بخواب، صبح شد میخواب چراغ رو خاموش کنم. من اینجا آوردین چیکار؟ من باید رو تخت خواب خودم بخوابم، مامانم برام قصه بگه. ماما لا اله الا الله مامانش بلنشه براش قصه بگو. آخه بابا بذار بخوابم، نصف شبی که موقع قصه گفتن نیست. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، یه هنتری بود. بلم کن بابا، حوصله داری؟ زبل بگی بخواب، اون رو سگی منو بالا نیار. آخه من دندونمو مسواک نکردم، آب میوه قبل از خوابمو نخوردم. خیلی متشکرم که من از دست دزدا نجات دادی، اما چرا خودتون منو دزدیدی؟ ده بگی بخواب ناچس. چرا اینا من عوضی گرفتم؟ نکنه بچه‌شون شکل منه؟ آینه راست راستی انگار خود منم، هر دو یه شکلی، اما زندگیمون از زمین تا آسمون با هم فرق داره. میدونی چرا؟ واسه اینکه تو مادر داری، من ندارم. امشب که مامانت منو بغل کرده بود و ماچ میکرد، تازه فهمیدم مادر داشتن یعنی چی. اما راستی، کی دارو دزدیده؟ ای مادرت به فهمه قصه دق میکنه. آخه، الان کجایی؟ جون شما بچه رو بغلش کردین انداختمش تو ماشین، درست میگم پیانم پسر؟ راست میگه، اما اون ناچسا اینو از سر رسیدن که ما اصلا درسته دیگه. وقتی به باباش تلفن کردم 100,000 تومن بده تا بچه تو بدم، گفت احمق بیشور بچه اینجا تو بغل مادرش خوابیده، گم شو نصف شبی مزاحم نشو. خلاصه تا میتونستم فوش خوردم. یعنی من دروغ میگی؟ آره، اگرم بچه رو دزدیده باشید حتما اشتباهی بوده. خلاصه امشب باید کارو یکسره کنید. حالا که دیگه مهمونا رفتن، لاغوت بچه هم گرفته خوابیده. بهتر پنجره اتاق بچه رو که رو به خیابونه نشونتون که داره. بله. وقتی ماشین رو جلوش نگردارید میتونید با آسونی از پنجره بدزدینش. عزیزم همه خوابیدن، تو چرا پانه ایشی بری بخوابی؟ میخوام عکسمو تماشا کنم. خوابچی آبجی؟ باز به من گفت آبجی؟ گمانم آقای دکتر اومدن، ما سلطان و بابا خوابیدن، خودم میرم در رو باز میکنم. کجا میری عزیزم؟ صبر کن کبرا رو بیدار کنی. نکنه دکتره بیاد و فرتی آمپولم بزنه. سلام آقای دکتر. بیدارم؟ بله آقای دکتر، منتظر شما. سلام آقای دکتر. سلام خانم. دکتر جون دستم به دامنتون، بچه منو نجات بده. سلام آقای دکتر. سلام آقای مشیر، ببخشید بچه خوابه یا بیدار؟ بله فعلا که خوابیده. اگه خوابیده بهتره بیدارش نکنید، من میرم صبح زود برمیگردم. ماما بابا جانیچه، تو که خوابیده بودی چرا از اتاقت اومدی بیرون؟ منو دزدیده بودم. میشنوین آقای دکتر، بچه‌ام پاک حواسش از دست داده. والله منو دزدیده بودن، من الان اومدم تو خونه. وای خدا مرگم بده، این حرفا چیه میزنی؟ خدایا خودت نجاتش بده. ناراحت نباشید، در اثر شوکای کوچک بعضی وقتا این حالت به بچه ها دست میده. بله خانم،
من اتفاقا یک شربت همرام دارم که هم مسکنه هم خواب آور. بهش بدید بخوره، بازم صبح میام میبینمش. خوبه، بفرمایید. متشکرم دکتر. بریم عزیزم. چراغای اتاقش هم بذاری تا صبح روشن بمونه. چش، فعلا خدا مرمتون زیاد. شب بخیر. بخور عزیزم. آها، حالا بگیر با قربونش. شب بخیر ماما. بچه هم حالش خوب شد، دیگه به من نمیگه آج. خب معلومه دیگه، دکتر که گفت مهمه. چرا خوابش رو روشن کن؟ نه اصلا، دکتر دستور داده که چراغای اتاقش روشن باشه. چراغ اتاقش روشنه. پس معلومه هنوز نخوابیده. خانه درست برین، یه دوری بزنیم و نیم ساعت دیگه بریم. شب بخیر ماما. شب بخیر پاپا. شب بخیر عزیزم. شما کی هستی؟ من خودم هستم دیگه. من خیلی شکل شما. آره انگار منم شکل تو هم. تو اسم فرامرزه. اسم شما چیه؟ اسم من زبه. تو رو دزدیده بودن؟ آره. شما از کجا میدونی؟ شنفتم. پدر مادرت هم منو جای تو گرفتن. من هم واسه اینکه قصه نخورن هیچی بهشون نگفتم. تو هم هیچی نگو، ناراحت میشن. خب من دیگه میرم، خدافظ. مرید ممکنه همینجا پیش من بمونی؟ نه اینجا به درد من نمیخوره. من باز برم سر زندگی خودم. آقای زبه خواهش میکنم همینجا پیش من بمونین، من تنها. تو تنهایی؟ پامن بدبخت چی بگم؟ بچه ای که مادر داره هیچ وقت تنها نیست. من تازه امشب فهمیدم مادر داشتن چه نعمتی. وقتی که مادرت من عوض تو بغلش کرده بود نمیدونی چقدر خوشحال شده بودم. دلم نمیخواست از بغلش بیرون بیام، به خیالم مادر خودمه. مادرت هم به خیالش من بچهشم و منو محکم گرفته بود تو بغلش. خلاصه نمردیم و بوی مادر رو فهمیدیم چیه. مگه تو مادر نداری؟ چرا دارم، اما زن نیست، مرده. خلاصه من آدم حسابی نیستم، یه بابا بی خودی دارم، اسمش علی آقاست. میمیرم واسش، واسه اینکه خیلی زحمت کشیده تا منو بزرگم کرده. خیلی بامزه است، وقتی میخنده دلم میخواد بخورمش. یه مادرم دارم اسمش آخ کوچوله، شوفر ماشین سواریه. تا یه چارپای زیر پاش نزد. Thank you.
حالا نخوابیده. چیزی هم نخورده. آره. مهم نیست. فعلا همون کاری که گفتم بکنید. خودم هم امروز یه سری به عموم میزنم ببینم اوضاع اونا از چه قراره. سویچ بده من. فرمان. قربانت. خدا منو اینجا آوردین چیکار؟ آفرش. آلو. یالا هرچی میاد یاد دادم بگو. بابا جو منو توی یه زیر زمین حبس کردم. الانم یه چاقو بیخ گلوم گذاشتم. هرچی پول میخوام بده. بابا جو من خیلی میترسم. دیگه چیزی براتون بزنم؟ نه همه جگره بسته بگیرونم. چرا بسته؟ پنج شیشتا دون بلان بزن. باز ارد دادی به خودی؟ آخه اینا کوچول مولت نمیده ما چیزی بخوریم. شیطان مونگیسم مرمولک منو میزنی. شیطان میگم چی میزنم؟ بگیم بشین بابا. اطلاعاتی بفرم. یه روز نویده بیلم بلیت هم برنده شده یا نه؟ یه خوشخط شده بیلم. اینم خوشخط ایز ما کوف بکنیم. جنگر بیام منم دل دارم قول بدارم. بیام خوابونیش برم. پوچه، مردشون شانس دارن. آره والا، اینم شانس رو داری. دوزدت چونه من، باشت من میتنیم. چی؟ عکس زبل اینجا چیکار میکنه؟ آی زبل، رشید، بیا اینجا. حالا موقع کتکاره نیست. ببین عکس میشناسی؟ ها؟ این که اسکی زبله؟ نگفتم دوزی میکنی آخرش اسکی تو میندازن تو روزنومه؟ نه بابا، اینجا نوشته آقای مشیر دیوان در جستجوی پسر گم شدهش از مردم یاری میطلبد. تو از که تو حالا پسر مشیر دیوان شدی ما نمیدونی؟ ما از اوله شدم مثالی بودیم، شما به سماتا نمیدونستیم. کی؟ هرچه از پسرم را صحیح و سالم تحویل دهد مبلغ 50,000 50,000 تومان جایزه میگیرد. عجیبه. عکس اینو زبل ناچیسی. خب منم دیگه بچه یادم. خیال کردی خودت که از با تو عمل اومده باشی آخ کوچو. باید به من گفت آقا کوچو. من که باور نمی کنم تو نیم وجبی یه همچی پدری داشته باشی. اولندش پدر ما خودتی و به وجودت افتخار میکنی. ثانیندش حالا که ما عین هو این هستیم بیا یه کاری بکنیم. یه از کت شلوار حسابی با یه کروات واسه ما مایه بذاره ببریم اونجا این بچه که شکل منه تحویل بده و 50,000 رو بگی. بلکه ما هم از این نکبت راحت بشیم. آخ قربون کلت زبل، اولین باره که یه حرف حسابی زدی.
بذار صورت تو بلیشم. اما در کنم نستا اینجا پایین نستاست. به چی میگی نستاست؟ اگه مرد باشم والا دستم پیش نمیره. فشار بده. بابا زنگ بزن دل داشته باش. بس خودم بزنم. خدا یعنی چیه؟ چیکار کنم؟ ای خود وای خدا چی میبینه؟ سر و مارتین کجا بودی؟ پیش شما بود؟ نه ما نجاتش دادیم. جریان خیلی مفصله. بریم تو. ترس نداره بریم تو. خانم جون خانم پشته بگی فرامرز پیدا شده. خانم فرامرز خانم فرامرز خانم فرامرز عزیزی دلم کجا بودی؟ کی بچه رو آقا؟ دو نفر هم دارم میخوا. من که داشتم میمون عزیز دلم کجا بودی؟ میدونی اون دو نفر کی هستن؟ نه همون مهندس نفت و نامزد من. چیزی نراحت نباش. سلام آقای خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. بیرحما چطور دلتون اومد بچه این نازنین ما رو بدوستین ها؟ چی میگه مادر؟ این دوتا من از دست دوزه نجات دادم. آه خیلی معذرت میخوام. منم معذرت میخوام. منم همینطور. مهم نیست. وقتی داشتم با هلیکوپتر از سر چای نفت برمیشتم تو آسمون تهرون که رسیدم یه دفعه متوجه زمین شدم. دیدم دو نفر جردن کلوف این بچه رو هی به این طرف به اون طرف به اون طرف بکشن. ببخشید همون جا اومدی پایین رو بچه نجاتش دادی. چه دوزای بیرحمی بودن. میخواستم منو بخورن. وای مامان جان خدا رو شکر. وقتی که چاقو در بردن و آوردن منو بکشن این دوتا آقا مثل رستم رسیدن. سوار هلیکوپتر بودن دوزا رو تا میخوردن زدن. مخصوصا این آقا درشته ماشاءالله هر کدوم از دوزا رو میزد آقا دوزه اینه و چیز رو زمین پم میشد. اما اون آخ کوچول همش فرار میکرد. آقا جون من نمیتونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم. به بابا بگو دست چک منو بیاره. من برای یابنده پسرم 50,000 تومان مشتگانی در نظر گرفته بودم. امیدوارم قبول بفرمایید. پاپا اگه اینا نبودن دوست منو تیکه تیکه کرده بودن. 10,000 تومان بیشتر بده. هرچی بچم میگه بنویس. چشم عزیزم 60,000 تومان مینویسم. راضی شدی؟ ببنید بفرمایید. اینم 60,000 تومان. والا هم به این پوله احتیاج ندارم. آه خواهش میکنم. بگید دو نوکرم خرج عروسش کنه. بفرمایید خواهش میکنم. خدا برکت بدید. خب یه زحمت کم میکنم. خدا خیر. خیلی لطف کرد. خانم با اجازهتون. متشکرم آقا. خواهش میکنم بازم اینجا تشریف بیارید. چشم خانم. اگه بازم بچه تو دزدن فورما رو خبر کنم. خب منم با دست بچه بیا بریم عزیز. بیا بریم یک کمی. عروسی میکنم با این پولا من شیرینی میخوریم همه گی با هم شادی مادی میشم میشم. اوی بابا چلی بیا بالا هنوز به فکر زبهی بیا بالا. دیری دلی لام دلا دیری دلی لام دلا. خیابونو زود برمیگردم. خداحافظ. خداحافظ عمو جون. سلام خواهر خوشگله. عمو جون سلام. سلام حسین خان چه عجب. روزنامه رو خوندم. از دیدن فرامرز خیلی ناراحت شدم. اومدم عرض کنم اگه خدمتی از دست من ساخته است انجام. متشکرم. خوشبختانه فرامرز پیدا شد. بله. پیدا شد. آره چند دقیقه پیش دو نفر که فرامرز از چنگ دوزه احمق نجات داده بودن، آوردن و تحویلش دادن. منم عوض 50,000 تومان 60,000 تومان مجدگانی بهشون دادم. بیاریم بچه‌مو ببین. بیا. هی بودا که نمی‌دونه چقدر ترسیده. بیا پسرم. بخور چرا. بخور. بخور عزیزم. آفرین. سلام زنم. سلام موشه. اومدم بهتون تبریک بگم. حالت خوبه فرامرز؟ بد نیست. تو چطوری آخ پسر؟ ای وای بازم بچم حالش به هم خورده. خانم میموناتون اومدن تو ایوون نشستن. من میرم براشون چایی ببرم. شما زود تشریف بیارید. وای عجب موقعی. بخور بخواب عزیزم بخور. خوردم. تو برو من همینجا میمونم. اومدم تو رو ببینم. پشت بریم چند دقیقه برمیگردیم. موشک پیش فرامرز میمونه. بیا. آخه. باشه من اینجا هستم.
احمقا، حالا دیگه کارتون به جایی رسیده که به من کلک میزنید؟ مزخرف نگینید، بچه الان رو تختش خوابیده؟ من دارم میبینمش. والا الان بچه پیش ماست، مام داریم میبینیمش. کدوم بچه پیش شماست؟ دست از مسخره بازیتون وردارید. واسه اینکه 100,000 تومن و دوتایی نوش جون کنید، بچه رو آوردید تحویل دادید. اما بدونید نمیذارم حتی یه شیشم از گلتون بره پایین. مگه اینکه طبق قرارداد نصفشو بدید به من. الان هم خودم میام اونجا. حالا فهمیدم. این همه بود؟ ها؟ علی آقا، هنوز داری فکر میکنی؟ فکر میکنم این پولا برای ما چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ باش کار میکنی، عروسی، زندگی، دیگه چی میخوای؟ اونی که من میخوام، غیر از این پول هست. تو چی میخوای؟ زبل میخوام. اونی که به درد من میخوره، نه این پولا. نکنه پشیمون شدی و میخوای؟ آره پشیمون شدم. اصرار تو زبل وادارم کرد، ولی از اولم راضی نبودم زبلی که مال خودم بدم و این پولایی که مال خودم نیست بگیرم. میدونی خدا به این کار ما چی میگه؟ میگه بنده اینا خلف، زود این پولا رو جمع کن بده صاحبش و زبل تو پس بگیر. چیکار داری میکنی؟ یعنی بابا، بابا، سلام بابا. سلام زبل، کجا بودی؟ لابا دوباره اومده ببریم بفروشیمش. نه بابا، راستش اینه که اومدم بریم جون یه بچه رو نجات بدیم. کدوم بچه؟ همونی که شکل منو و عکسشو تو روزنامه چاپ کرده بودن. مگه اون بچه چیه؟ اول پاشو بریم نجاتش بدیم تا همه چیزو برات تعریف کنم. نمیفهمه آخه کجا با داریم؟ من میدونم دوزا کجا زندونیش کردن. حالا پاشو بریم، پلنشو بریم، اگه دیر برسی ممکنه دوزا بکشنش. پاشو دیگه، پاشو بریم. ول کن بابا، زبل که حرفش حرف نیست. یالا بابا، تو رو خدا پاشو بریم. ده پاشو دیگه. پلنشو دوزا بکنم. باز زدی اونجا؟ یعنی چه؟ این بچه که اینجاست؟ پس اون که اونجاست که؟ نمیدونم. نمیفهمم. همینجا نگه. باشی نپنی. همین خونه هست؟ آره. آره زودتر بیادشم. اگر در خونه بریم میفهمم. ها دیوار بریم بالا. برامر باریکلا بریم. برامر وایستا برامر. هوا ایرانم نمیکردم. نمیکردم. بیا بالا. بچه تو زیر زمینه. راست میگه بچه، این اون زبل نگاش کن. این که خود زبله. احمق، زبل بغلتش هسته. آقای زبل، الان میای نجاتت میدی. راه زیر زمین کجاست؟ نمیدونم، من فقط صداشو از اینجا شنفتم. پاشو بری پیداش میکنی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. این بچه مال کی؟ این بچه مال منه. اون که تو زیر زمینه مال کیه؟ اون مال چرا رومن ولو شدی؟ جلوش بگیر. چرا؟ راشد واقعا
چرا کجا بردم؟ یالا معطلش نکن. برو تو صندوق بشین تا من بیام. متشکرم آقای زبه. بس دیگه اینقدر یه خط در میون نسازم. حرامم. حرامم. حرام از باش کارت دارم. حرامم. تمام این کلکات زیر سر این پسرم و یه ناکسه. وارد پلیس خبرش کنم. فهمیدی؟ به پدر بچه هم خبر بدی. نباز نتره بودم. فرماز تو اینجا چی کار میکنی؟ فرما بوشن. یعنی چی؟ چی شده؟ چیزی نشده. سه تا دوز گرفت. بایی نکنین آقا. این پسر منه. فهمیدید کیه؟ بله فهمیدی پسرتون دزده. یه دخترم دارید اسم شیرین خانمه. خلاصه پسرتون با کمک این دو نفر فرامرز پسرموشو دزدیده. فهمیدی پسرتون چی کار است؟ به خدا ما دزدیدیم. پسر شما ما رو وادار کرد. قرار گذاشت هرچی از عموش میگیره با ما نت کنه. تو به تو پسره یه رسل بی آبرو. بیانین امروز یه بس شه. ما قبلا به وکالت از طرف شما حساب خدمت آقازاده رسیدیم. فقط باید فهمید چرا این کارو کرده. اونم پسرمو دزدی. لابد شما که پدرشی میدونی چرا این کارو کرده. چرا این کارو کردم؟ چرا نکنم؟ پدرم بهتر از هر کسی علتشو میدونه اما نمیخواد بگه. میدونه من چی میگم. میدونه من چی میخوام. اما هیچ وقت نتونسته منو به آرزوی خودم برسونه. من نمیخواستم پسرم اونو بدستم اما احتیاج مادرم کرد و ایلا هیچ وقت این کارو نمی کردم. هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت خدای من. وقتی پدری دستش تهی باشه و نتونه توقعات پسرشو برآورده بکنه اغلب به اینجور جنونا مبتلا میشه. میتونم دوستانه یه خواهشی ازتون بکنم؟ این گذرنامه پسرمه که امروز تونستم با هزار زحمت و خون جگر براش تهیه بکنم. خرج تحصیلاتش هم عموش تقبل کرده که بپردازه. این چیزیست که پسرم سالها آرزوشو داشته و حالا خواهشی که من از شما و دوستتون میکنم اینه که جوان مردی کنید و به خاطر حفظ آبروی من و خونوادم موضوع امروز رو برای همیشه فراموشش کنید. از طرف ما خاطرتون جمع باشه. قول میدی؟ متشکرم. منم متشکرم. واسه کتکایی که بزدم تشکر لازم نیست آق پسر. فقط قول بده وقتی از فرنگ برگشتی برای پدرت مایه افتخار و سربلندی باشی. باشه قول میدم. فرامرز جون تو هم قول بده که به پاپا چیزی نگی. بسیار خوب. منم قول میدم به پاپا و مامان دیگه چیزی نگم. کار میکنه؟ تلفن داشتم چنده؟
نه ترس، من قول دادم. 41-87. آیا مشیر دیوان؟ خودتونین؟ فرامرز حالا چطوره؟ فرامرز؟ شما کی هستی؟ من مهندس نفتیم که یه بار بچه گمشت رو پیدا کردم به شما تحویل دادم. حالا بازم میخوام بیارم تحویلش بدم. چی؟ بچه ما پیدا کردی؟ همون مهندس چاهای نفته، باز بچه رو پیدا کردی؟ خب بسه زودتر بیاره. خواهش میکنم زودتر تشریف بیاری، مادرش داره از بین میره. این دفعه آخره، دیگه هیچ وقت بسرتون گم نمیشه. نیم ساعت دیگه میام. متشکرم. تا نیم ساعت دیگه بچه رو میارم. من برم کم کم به این مهندس چاهای نفت مدنون میشم. از کجا معلومه خودش و رانندش دور نباشم؟ 60,000 تومان اون دفعه گرفتن، لابد 60,000 تومان دیگه هم این دفعه میخوام. کاملا درسته. خوب فهمیدی. به چه دلیل شما میگید اونا دزد بچه هستن؟ و همین دلیل که بچه من دو دفعه گم شده و هر دو دفعه مهندس و شوفرش پیداش کردن. مگه کسی دیگه اینا؟ جوانم خودشون باشن. برو درو باز کن. چشم آقا. سلام آقا. با تمام گرفتاری که دارم مرتب پوش به زنگم چرخ بچت رو میدازدن پیداش کنم بیارم تحویلش بدم. خیلی متشکرم. حالا بچه کجاست؟ لابد اول مژدگانیتونه میخوای نره؟ والا من که احتیاجی ندارم. اگه دلتون خواست بدید به نوکرم. اما اول اجازه بدید بچت رو تحویل بدم. رشید فرامرز رو بیا. مواظب باش اشتباه نیاری. چشم. بده گازه بگیرم. خجالت بکشم. چرا لوک شدی؟ گرمه توش شده بود داره؟ خب ابی نداره. فرامرز پاشو بیا بیرون. فرامرز کدومتونی؟ تو یا تو؟ ایدادی بیداد چه خاکی به سرم شد. علی آقا ببخشید جوانم یه اشتباهی پیش اومده. یه دقیقه اجازه فرمایید. من که گیر شدم نمیدونم کدومشون فرامرزن. چرا گذاشتی قاطی بشن؟ چرا میزنی؟ فرامرز پاش بیا پایین. فرامرز کدومتونی؟ شاید هر دوشون باشن. فرامرز زبر فرامرز ناکستا جفتشون اتصاب کردن حرف نزنن. فرامرز جوابت میخوام ببرم تحویل بدم. لفظی میخوان. یه شانسیه که میبریم حتما خودش فرامرزه. فرامرز تو یکیه. ناکس. خب عیبی نداره فعلا اینو میبریم. ای وای چرا بچم نوخه؟ آه پسر عزیزم لباسات تو صندوق ماشین خیلی گرم بود. ها لابد حالا مشتکانی هم میخوای ها؟ والا من احتیاج ندارم. بدی به نوکرم. یا اینا احمق پدرت منم یا اون؟ تو کی هستی؟ پدر من اینه. آبجی چی میگه؟ خدایا باز به من میگه آبجی. مشیر بچم چی شده؟ بذار من پلیس رو خبر کنم تا بفهمم چی شده. خبر نکنین. زمین بر بچهشنو بیار. بچه یه مجدگانی چربونه رو دیگه بگیریم. چی؟ چی؟ بچه؟ نمیفهمم. بچه من کدومشونه؟ والا منم نمیدونم. باید یه متخصص بیاریم. آقا شما رو به خدا حقیقت رو بگی. حقیقتش دیگه بچه شما شکل بچه ماست. بچه ما شکل بچه شما. فقط یه فرقی با هم دارن. بچه شما یه پارچه آقاست. اما بچه ما بالا خونش اجاره داده. آه خدایا چقدر به هم شبیه هست. قربونت برم. ماما خیلی دوستش دارم. بیا بریم. میای با من بازی کنی؟ بیا. یعنی چی؟ زبر زود یه بریم. ببخشید آقا این بچه مال خودتونه. پس مال خودتونه؟ والا در 15 سال پیش یه همسایه داشتیم. وقتی این بچه رو زایید سپردش دست مال خودشم به رحمت خدا رفت. اسم اون همسایه‌تون چی بود؟ نه چیز بود. کلسوم. آره کلسوم بود. آه کلسوم.
درسته. اجازه بدین همه چیزو براتون بگم. راستش اینه که من هیچ وقت به شما نگفتم که مادر فرامرز دو تا بچه جایی. مگه تو مادر فرامرزو میشناختی؟ بله خانم، اگه شما منو بشناسین با روح بزرگی که دارین از گناه من و آقا صرف نظر میکنین. مست که موضوع داره بیخ پیدا میکنه. حقیقتش اینه که من فرامرزو از زیر پل ور نداشتم، اونو از مادرش گرفتم. مادرش کیه؟ مادرش دیگه وجود نداره، سر جا رفت. بذار من بقیهشو بگم. تو برو. چشم. رویا جان، اینا هر دو بچه های من. عزیزم، خودت میدونی که من و تو هیچ وقت صاحب بچه ای نمیشدی، ولی در عوض علاقه من نسبت به تو روز به روز زیادتر میشد و به خاطر همین علاقه بود که یه شب بدون اطلاع تو کلسوم کلفت اونو به عقد خودم در بردم و قسم میخورم این اولین گناهیست که در مدت 15 سال زندگی زناشویی مرتکب شدم و حالا با تمام وجودم ازت خواهش میکنم گناه منو ببخش. بیچاره کلسوم، کاش زنده بود و میدید من و تو برای پسرش فرامرز پدر مادر خوبی هستی. متشکرم، متشکرم. مهم نیست، برای من ناراحت نباش، برای اون کوچولوها ناراحت باش. نگاهشون کن. اینا تازه هم دیگر رو پیدا کردن و با هیچ قدرتی نمیشه از هم جداشون کرد. این مهمه. آه بابا من اومد. فرامرز کو؟ فرامرز جون تو یه دقیقه برو چا فرامرز جونت اونه. ها؟ چی؟ اشتباه کردم، تو دلت میخواد اینجا پیش داداشت بمونی؟ نه، این داداش منه. آره جونم، منم پدرت هستم، پدر واقعی تو. ها، کوچول یه چیزایی به من گفته بود، پس تویی که مادر منو کشتی. هر چی بوده گذشته، تو حالا دیگه باید پیش من بمونی تو خونه و زندگی خودت. من نه خودتو میخوام نه این زندگی قز میده تو. یه موی این بابا بی خودی ما نمیدم 100 تا مثل تو رو بگیرم. هر که داداشم بره منم دنبالش میرم. حالا درست شد. آقا کمکم کنین، شما یه مرد واقعی هستین و میدونین که پدر حقیقی این بچه منم و شما این که میتونین از حق خودتون صرف نظر کنین و این بچه را به من برگردونین. اگه قبول نکنین حاضرم تمام ثروتمو در اختیار شما بذارم و بچه را ازتون بگیرم. رشید خان، اون چیز در از تو ماشین بیار. چش. دلتون میخواد یه معامله بهتر بکنین؟ چه معامله؟ فرامرزتون رو به من بفروشید. نه، اگه تمام ثروت دنیا رو به من بدین حاضر نیستم حتی یک لحظه ترکش کنم. منم همینو میگم آقای محترم، دیگه نمیشه انسان رو با پول خرید. آوردم، چیکار کنم؟ بفهم. اینم 60,000 تومان مژدگانتون که بهم دادی تحویل بگیرید. چند تا مژدگانی هم حالا بهم دادی بذارید تحویل تو. نه درسید، اینا رو برای خودم نگه دارم. اما الان بچه‌تون رو مفت و مجانی به تو میدم، چون حق شماست. خب آقا زبر چی میگی؟ والا اختیار ما دست بزرگترا. پس گوش کن چی میگم. تا این ساعت من بابات بودم، این آق کوچولم ننت بود، اما از امروز هر دومو استعفا میدیم. باز چی؟ واسه اینکه خودت کم بودی یه داداشم پیدا کردی که میخواد بیاد سربار ما بشه. درست آقا فرامرز؟ بله، من داداشمو ول نمیکنم، هر جا بره دنبالش میرم. ملاحظه فرمودین؟ حالا میگه چیکار کنم؟ پیش این شکم گنده که مادرمو کشته بمونم؟ دروغه، پدرت کارو نکرده، فقط یه اشتباه کرده که با کلفتش لا لا هر چی تو زندگیش اشتباهی میکنه و بعد پشیمون میشه، همونطور که منم اشتباه کردم و الان پشیمونم. فهمیدی؟ مگه شما اشتباهی کردی؟ اشتباه من این بوده که گولی آق کوچولو خوردم. ببخشید، گولی آق گنده رو خوردم و خودم به شما مهندس چای نفت جا زدم، در صورتی که من یه نفت فروش بیشتر نیستم و اسمم علی نفتیه و این کارم فقط به خاطر دلم کردم. والا میدونم که شیرین خانم منو میبخشه. برای مرد شغل مهم نیست،
مهم اینه که شما مرد با حقیقتی هستی. و تنها همین مرد با حقیقته که میتونه تو رو خوشبختت کنه عزیزم. و منم این خوشبختی رو کامل میکنم. و نمیذارم دیگه هیچ وقت از این خونه بریم بیرون. این مخارج عروسی شماست و اینم خونه و زندگی شما. اینام بچه های عزیز منن. ای خدا، من نمیتونم اینا رو از هم تشخیص بدم. فرق مرز کدوم یکیتون هستین، توی یا اونه؟ آقا شما بگین. والا باید کارشناس بیاریم. الان بهتون میگم. آقا کارشناس، اون چهرتون در رید. یس. بیا خاموش کن. حالا هر دوتاتون فوتو کنین. یالا. زبل نام خودشه. همین زبل خودشه. خب رتیف کابیو، آخ کوچول چه میشه؟ دی 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 بوز به من گفت آخ کوچول. حالا دیگه نوبت تو شد. در ما توی که کم بارا دوتا شدن. اگه مردی باشی یه جفتت بگو منگه باشی نه باشی نه آخ کوچول. خودش بینه